اینجا لندن است رادیوی بی بی سی, سی. هفته بامداد تهران است تا هشت در کابل و هشت و نیم در دوشنبه درود بر شما در بامداد پنجشنبه هشت اسفند بیست و فوریه این چشم انداز بامدادی است بیداد کرونا در جهان شمار موارد تازه ابتلا در خارج از چین اکنون بیشتر از این آمار در خاصگاه ویروس شده و ایران همچنان مایه نگرانی حالا اخیرا یکی از مسئولین رده بالای آمریکا هم راجع به کرونا ایران داره حرف میزن حالا آره خودشون اونجا گرفتار کرونا هستن بگو مگوی سیاسی بر سر کرونا هم شکل گرفته که به آن خواهیم پرداخت از کاهش خشونت در افغانستان و افزایش خشونت در خیابان‌های دهلی هند هم مطالبی داریم و از حضور نامزدهای زن در انتخابات مجلس تاجیکستان هم هر قدر تعداد بانوان در حیات پارلمان بیشتر باشد همون قدر ما میتوانیم بر برای رسیدگی به با مشکلات بانوان بیشتر زمینه فراهم آرهیم سراغ خبرهای جهان از فیروزی اکبریان تایی کننده برنامه سلام و صبح بخیر عربستان سعودی با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ورود همه افراد را به طور موقت برای حج عمره و زیارت مسجد النبی تعلیق کرد ریاض همچنین به طور موقت ورود توریست ها را از کشورهایی که ویروس کرونا در آنها تهدید محسوب می شود ممنوع کرده همزمان در ایتالیا شمار مبتلایان در روز چهارشنبه با 25 درصد افزایش در طول 24 ساعت به 400 نفر رسید دیروز اتریش، کرواسی، یونان، نروژ و سوئیس هم اولین موارد ابتلا را اعلام کردند در مجموع بیش از 80 هزار نفر در بیش از 40 کشور دنیا کووید 19 بیماری ناشی از ویروس کرونا گرفتند. وزیر بهداشت ایران میگوید در اماکن زیارتی همچون حرم امام هشتم شیعیان به طور موقت محدودیت رفت و آمد برقرار می شود. سعید نمکی همچنین گفته دانشگاه های دولتی و غیر دولتی یک هفته تعطیل خواهند بود. او از محدودیت های بیشتر هم گفت. قرار شد در مناطقی که چه شهرها و چه استانهایی که ما آلوده تشخیص دادیم برگزاری نماز جمعه هم فعلا برای یک دوره متوقف بشه همه این تصمیمات تصمیمات مقطعی است با پیشرفت کار شاید سختترش کنیم شاید هم روانتر و آسانتر و همه اینها باز منوط هست به اینکه ما گزارش رو که خدمت رئیس جمهور محترم از مصوبات این ستاد میدیم رو به امضا و تایید نهاییشون هم برسونیم و ایشون دستور ابلاغ رو صادر بفرمایند همزمان شماری از کشورهای همسایه ایران مرزهای زمینی و هوایی خود را با ایران بستند. در یکی از تازه ترین موارد ترکیه اعلام کرده که همه پروازهای مسافری و باری بین دو کشور تا اطلاع ثانوی متوقف شده. آمریکا از قرار دادن نام احمد حمیداوی دبیر کل گروه شبه نظامی کتایب حزب الله در عراق در فهرست تر... تروریستی خبر داد. آمریکا پیشتر ابو مهدی مهندس فرمانده این گروه را به همراه قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران در یک حمله هوایی در بغداد کشته بود. خشایار جنیدی از واشنگتن گزارش می دهد. بر اساس بیانیه ی وزارت امور خارجه آمریکا، کتائب حزب الله دو ماه پیش در حمله راکتی به یک پایگاه نظامی در نزدیکی کرکوک در عراق، باعث کشته شدن یک پیمانکار آمریکایی شده دولت آمریکا همچنین تک تیراندازان این گروه شبه نظامی شیعه را به شلیک به سوی معترضان در بغداد و از پا درآوردن بیشتر از 100 نفر از آنها متهم کرده و پنج نفر در تیراندازی مرگبار در یک شرکت آبجوسازی در ایالت ویسکانسین آمریکا کشته شدند به گفته پلیس مهاجم به ظاهر خودش را هم کشته است انگیزه مهاجم مشخص نشده صبح و روز و شب شما به خیر و شادی هر جای دنیا که هستید داری رجبیانم با چشم انداز بامدادی پنج شنبه هشتم اسفند 1398 برابر با 27 فوریه 2020 میلادی و با آرزوی خوبی و خوشی برای تک تک شما در روزگاری که کرونا همچنان از صدر خبرها دست بردار نیست به ویژه اکنون که گزارش شده برای نخستین بار شمار موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در بیرون از چین بیشتر از داخل آن کشور شده پکن میگوید که شمار مبتلایان و جان باختگان کووید 19 در چین به تدریج رو به کاهش است این در حالی است که کرونا حدود چهل کشور دیگر را در نوردیده همین ساعتی پیش خبر رسید که عربستان سعودی ورود زائران خارجی به مکه و مدینه را به تعویق انداخته است وزیر خارجه عربستان همچنین گفته که برای مدتی به جهانگردانی که از کشورهای کرونا زده می آیند روادید نخواهد داد البته سازمان جهانی بهداشت تاکید کرده که شیوع کرونا را هنوز نمیتوان همه گیر توصیف کرد نخستین موارد ابتلا به کرونا در گرجستان و نروژ به ثبت رسیده از جمله چند کشور دیگر وزیر بهداشت گرجستان گفته که فرد مبتلا یک شهروند گرجستان است که از ایران به آن کشور برگشت است در واقع وضعیت کرونا در ایران همچنان برای مقام های بهداشتی جهان نگران کننده است دیروز وزارت بهداشت ایران 139 مورد ابتلا و 19 مورد مرگ بر اثر ابتلا به کرونا را تایید کرد درباره وضعیت کرونا در ایران مفصل صحبت خواهیم کرد اما پیش از آن همکارم مهرنوش پورزیایی در واشنگتن نگاهی دارد به حضور کرونا بر نقشه جهان تا این لحظه روز چهارشنبه مقامهای ایتالیا از 400 مورد ابتلا به ویروس کرونا خبر دادند آماری که حکایت از افزایش قابل توجهی نسبت به 80 مورد اعلام شده در روز سهشنبه دارد. آلوده ترین مناطق در این کشور مناطق صنعتی در شمال کشور در لامباردی قرار دارند. تا کنون 12 نفر بر اثر بیماری کرونا در ایتالیا جان دادند. مقام های دولتی تلاش کردند مردم را آرام کنند و تأکید کردند اقدامات لازم را برای جلوگیری از گسترش بیماری انجام دادند. مدارس، دانشگاه ها و سینما ها تعطیلند و چند گرد همایی لغو شده است. 11 شهر ایتالیا در کانون گسترش ویروس با 55000 هزار نفر جمعیت در قرنطینه اند. اما نگرانی از این است که گسترش ویروس ایتالیا را در این وضع به رکود اقتصادی هم بکشاند. روز چهارشنبه اتریش کرواسی، یونان، نروژ و سوئیس نیز اولین موارد ابتلا به ویروس را گزارش کردند. در تمام موارد مبتلایان به ایتالیا سفر کرده بودند در اسپانیا فرانسه و آلمان نیز موارد بیشتری از ابتلا به ویروس گزارش شده ایرلند برگزاری مسابقات شش جانبه راگبی را که قرار بود در هفتم و 8 مارچ در دوبلین برگزار شود لغو کرده است در نیس فرانسه که نزدیکی مرز ایتالیا قرار دارد یک فستیوال و مراسم آتشبازی لغو شده الجزایر و برزیل نیز اولین موارد ابتلا به ویروس را گزارش کردند که باز هم مبتلایان به ایتالیا سفر کرده بودند. دبیر کل سازمان جهانی بهداشت افزایش ناگهانی موارد ابتلا به ویروس کرونا جدید در ایران، کره جنوبی و ایتالیا را بسیار نگران کننده خوانده و گفته همچنان می توان این ویروس را کنترل کرد و شیوع آن به مرحله همگیر شدن یا پاندمی نرسیده. تدروس گبریسوس روز چهارشنبه اعلام کرد از روز سهشنبه تعداد موارد شناسایی شده در خارج از چین که مرکز شیوع این بیماری بوده از داخل این کشور بیشتر شده رئیس سازمان بهداشت جهانی تایید کرده که موارد ابتلا به ویروس کرونا جدید در بحرین کویت عراق و عمان به ایران مرتبط بوده و مبتلایان شناسایی شده در الجزایر اتریش کرواسی آلمان اسپانیا و سوئیس به ایتالیا مربوط می شوند. همزمان در آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور ساعتی پیش با انتصاب مایک پنس معاونش به عنوان مقام مسئول برای مقابله با کرونا خبر داد هر بودجه که لازم باشد برای مقابله با این ویروس در اختیار سازمان های قرار خواهد داد. کنگره آمریکا پیشتر درخواست کرده بود دولت 8 میلیارد دلار بودجه برای مقابله با وضعیت اضطراری ناشی از ویروس کرونا در نظر بگیرد. در خاورمیانه نیز عربستان اعلام کرده ورود زائران خارجی به مکه و مدینه موقتا ممنوع خواهد شد وزارت خارجه عربستان اعلام کرده این کشور موقتا پذیرش مسافر و توریست را از کشورهایی که با بحران ویروس کرونا روبرو هستند ممنوع خواهد کرد روز چهارشنبه عراق هم گرد همایی های عمومی را ممنوع کرد و مدارس دانشگاه ها و مراکز تفریحی را بست کویت و بحرین نیز پس از آنکه 19 مورد ابتلا به ویروس در این کشورها گزارش شد اقدامات مشابهی را پیش گرفتند مرنوش پورزیایی گزارش میداد درباره تاخت و تاز ویروس کرونا در جهان ویروسی که زندگی عادی را به ویژه در ایران به شدت مختل کرده بسیاری از کشورهای همسایه مرزهای زمینی و هوایی خود را با ایران بستند در تازه ترین تحول اداره کل هوانوردی غیر ترکیه اعلام کرده که همه پروازهای مسافری و باربری میان دو کشور تا اطلاع ثانوی متوقف شده پیشتر سازمان هواپیمایی غیر نظامی امارات متحده عربی هم گفته بود که تمام پروازهایش به ایران را به مدت یک هفته لغو می کند. روسیه هم که تاکنون اقدامی در این راست انجام نداده بود قرار است از فردا یعنی نهم اسفند 28 فوریه صدور روادید برای شهروندان ایرانی را به حالت تعلیق در بیارد خلاصه اوضاع به کام ایران نیست فعلا هرچند آنگونه که در گزارش فرین آسمی میشنویم حسن روحانی رئیس جمهور ایران همچنان میکوشد این پیام را به مردم القا کند که دچار واهمه همهگیری کووید 19 نشوند و مشخص کردیم فاضل البته زیاد داریم تو کشور کنایه حسن روحانی به کسانی که درباره ویروس کرونا اظهار نظر میکنند هیچ مرجع دوم ما نداریم خواهش میکنیم مردم رو اونچه واقعیته برای مردم بگن نسخه برای کشور نپیچن رئیس جمهوری ایران در حالی میگوید وزارت بهداشت مرجع مطمئن نیست که نفع اطلاع وزارت بهداشت درباره ویروس کرونا در ایران مورد انتقاد است حسن روحانی آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت جایی قرنطینه نخواهد شد. مایک و وزیر خارجه آمریکا از مخفی کردن جزئیات حساس درباره شیوع ویروس کرونا در ایران ابراز نگرانی کرده بود. در مجموع روند کاهش رو ما مشاهده می کنیم. حسن روحانی با تاکید بر تحت کنترل بودن شرایط در ایران تلویحا پاسخی به وزیر خارجه آمریکا هم داد. حالا اخیرا یکی از مسئولین رده بالای آمریکا هم راجع به کرونا ای ایران داره حرف میزنه حالا خودشون اونجا گرفتار کرونا هستن خودشون تو آمریکا تو آنفولانزا امسال 16 هزار کشته دادن بنابر آمار وزارت بهداشت از 139 مورد ابتلا به کرونا استان قم با 65 نفر بیشترین موارد ابتلا به ویروس کرونا را در ایران دارد بعد از آن استان تهران است با 26 مورد و بعد گیلان با 17 مورد نرجس خانعلیزاده پرستار 25 ساله اهل گیلان شاغل در بیمارستان میلاد لاهیجان بود. همکارانش میگویند به بیماری کووید 19 ناشی از ویروس کرونا مبتلا شده بود و همه علائم را هم داشته. نتیجه آزمایش او هنوز اعلام نشده. نظام پرستاری شرق گیلان گفته علت مرگ این پرستار را پیگیری خواهد کرد. خبرگزاری های ایران از تعطیلی مدارس تا پایان از شنبه مدارس باز خواهد بود خبری که بسیاری از خانواده ها را نگران کرده رئیس سازمان زندان های ایران هم گفته تا اطلاع ثانوی ملاقات ها فقط کابینی خواهد بود و این کار برای جلوگیری از ورود ویروس کرونا به زندان انجام خواهد شد به دلیل بسته بودن محیط زندان و تجمع تعداد زیادی زندانی در محیط های کوچک خانواده های زندانیان ها نگران ابتلای آنها به ویروس کرونا در زندان هستند سازمان گزارشگران بدون مرز و انتشار بیانیه‌ای به آنچه پنهانکاری درباره همهگیر شدن ویروس کرونا از طرف جمهوری اسلامی و از سرکوب اطلاع رسانی مستقل خوانده اعتراض کرده در حالی که به آمارها و راهکارهای وزارت بهداشت در مقابل با کرونا اعتماد عمومی چندانی وجود ندارد دولت ایران تنها مرجع اعلام اخبار را این وزارتخانه اعلام کرده سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم از سه سال مجازات زندان برای منتشر کنندگان اخبار کسب درباره کرونا خبر داده. رئیس پلیس فتا هم گفته 24 نفر در ارتباط با شایع پراکنی درباره ویروس کرونا بازداشت و 118 نفر احضار شدند. با پوزش از وقتی ناگهانی که وسط پخش گزارش حادث شد تلاش مقام های ایران برای کنترل اطلاع رسانی در باری ویروس کرونا فرین آسمی گزارش میداد نفس این کنترل اطلاعات ها که از سیاسی شدن این قضیه بهداشتی است بگونی که کرونا شده موضوع گوش و های سیاسی میان مقام های ایران و آمریکا که نمونهش رو در همین گزارش شنیدیم وزیر خارجه آمریکا تهران رو به پنهانکاری در مورد دامنه گسترش کرونا در ایران متهم می کند و رئیس جمهور ایران در واکنش از آمریکا میخواهد که به وضعیت کرونا و آنفلانزا در کشور خودش بپردازد در این باره تا چند دقیقه دیگه گفتگوی زنده خواهیم داشت فعلا برگردیم به داخل ایران با صحبت های سعید نمکی وزیر بهداشت ایران که از تمهیدات تازه برای جلوگیری از گسترش کوید 19 در ایران میگوید علیه السلام شاه چراغ و همچنین حضرت عبدالعظیم و امامزاده ساله و جایی که در این حد هست قرار شد که ما محدودیت ورود به حرم را اعلام کنیم و افراد فقط بتونن از داخل سحن البته ما در وزارت بهداشت پیشنهادمون یه مقدار قلیستر از این بود و حال با اکثریت آرای حاضر در ستاد به این جنبندی رسیدیم که احترام بذاریم برای اکثریت عزیزان فعلا محدودیت در ورود به حرم به شرط اینکه در بد و ورود با سحن که افراد میخوان وارد بشن ما مایه دستشویی ضد عفونی کردن دستها آموزش لازم زدن ماسک و عبور بیوقفه نباید بمونن تجمع کنن فقط سلام بدن و رد بشن این هم از تمهیدات تازه‌ای که سید نمکی وزیر بهداشت ایران میگفت که پیاده شده ویروس در مورد در واقع جلوگیری از ویروسی که شیوع آن همونطور که پیشتر گفتم مسائل سیاسی رو هم ترک کرده میسازد گفتگویی داشته باشیم در مورد بعد سیاسی بلای کرونا که دامنگیر ایران شده با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در این بامداد بسیار زود آلمان که به برنامه ما ملحق شدن درود بر شما آقای مهدوی آزاد پنهانکاری اتهامی که تا این روزها میشه گفت هفته ها و ماه اخیر بارها علیه حکومت ایران تر شده چه در مورد شمار قربانیان اعتراضات آبان ماه که آخرشم اعلام نشد چه درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی که به اون حالت منجر شد و اکنون درباره وسعت سرایت ویروس کرونا که دلیل اصلیش تناسب غیر متعارف میان شمار مبتلایان و جان باختگان این ویروس در ایران که رسما اعلام شده فکر میکنین تا کجا این اتهام اخیر وارده صبح شما به خیر چند ساعت پیش در کل سازمان بهداشت جهانی گفت چهار کشور بحرین، کویت، عراق و عمان ایران عامل اصلی شیوع بوده علاوه بر این چهار کشور حداقل در هفت کشور دیگه ما گزارش رسمی داریم که اولین مبتلایان از ایران رفته بودن افغانستان، پاکستان، گرجستان، لبنان، امارات، کانادا و آذربایجان بنابراین خیلی واضح هست دیگه الان کارشناسان میگن بهداشت جهانی هم میگه که ایران یکی از کانونهای اصلی و در خاورمیانه تنها کانون انتقال بیماری شده مسئله تعداد بیماران و مرگ بالا در سر مرگ و میر بالا هم که مورد اتفاق همه ناظران هست این حجم بالایی که مقامات مسئول بهش مبتلا شدن از آقای محمود صادقی تا آقای حلیچی معاون وزیر بهداشت و مقامات دیگه میدید صدها گزارش ما در شبکه های مجازی صدها اقراق نیست بگم هزاران گزارش ما از پرستاران پزشکانی که اکانت های غیر جعلی دارند شناخته شده هستند میخونیم که در گیلان در تهران در مشهد در قوم چه تعداد زیادی از بیماران مبتلا به کرونا شناخته میشن در حالی که آمار حکومت همون چیز حدود 200 است واقعیت این که تمامی شواهد دوباره اصرار میکنم تمام شواهد میگه که در این زمینه هم دوباره حکومت به تکنولوژی دروغ گفتن در واقع دست زده به شبکه های اجتماعی اشاره کردین آقای مهدوی آزاد که در واقع نشون میده که این موضوع در واقع این بیاعتمادی فقط جنبی بیمرالی نداره بلکه در میان مردم عادی در جامعه ایران هم مشاهده میشه میشه دید که چطور به آماری که مقام ها رسما اعلام میکنن اعتماد نمیشه و ابراز شک و تردید میشه و چقدر گاه توت پنداری میشه در مورد این موضوع اینها رو که ما میبینیم مسلما مقام های ایران هم میتونن ببینن پس چرا به نظر شما احساس نمیشه که در راستای شفاف سازی کاری انجام بگیره تا برطرف بشه بسیار به موقع که جنتیک میشه جزوی دروغ میشه جزوی از جنتیک یک ساختار سیاسی هم اتفاق میفته گفتم تکنولوژی دروغ یعنی چی یعنی مثلا تعداد بیکاران زیاد دولت آقای احمدی نژاد و همچنین دولت آقای روحانی اومدن گفتن هر کس یک ساعت در هفته کار بکنه شاغل محسوب میشه که آمار بیکاران بیاد پایین یا مثلا در طب قانون ما جرائم سیاسی داریم روزنامه‌نگاران رو میگیرن نمیگن به جرم سیاسی میگن به جرم امنیتی که گفته بشه که ما متهم سیاسی نداریم الان هم مثلا بیماران مبتلا به, 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 به کرونا رو در دستی زاتوریه یا آنفرانزا دست بندی میکنن یا اصلا از ازشون از اش از تست نمیگیرن که ثابت نشه کرونا دارن این در واقع جزء ساختار سیاسی ایرانه از ابتدای جنگ هم بود از همون زمانی که هواشناسی برای فریب دادن صدام آمار دروغ میگفت مردم هم فریب میخوردن تا شما بیاید تو این اواخر ماجرای زندان‌ها و کشدار و حتی آمار انتخابات اسفند واقعا نیست که حکومت توان منطبق شدن با واقعیت رو نداره دلایلش هم پیچیده است یکیش به این خاطر که ساختارش مونوکو توایفی پیچیده است اینا یعنی همه چی دست دولت نیست هر کسی واسه خودش یه بخشی از قدرت رو دستش داره بر, بر اساس تشخیص خودش به گفته آقای خامنه‌ای آتش به اختیار عمل میکنه و دلیلش هم دیگه که ساختار بسیار امنیتیه نگاهش بسیار امنیتی همچون که در کرونا می‌بینیم دشمن راهی می‌خواد بکشونه وسط و چون چون میخواد از نگاه امنیتی تحلیل بکنه طبیعتاً با واقعیت به دوشار تناقض میشه و مجبور میشه که واقعیت رو انکار بکنه همون در واقع میخواستم برگردیم به موضوع کرونا در واقع به ریشه این موضوع نحوی راهی یافتن ویروس کرونا به ایران بسیاری در ایران از همون روزهای آغازی نشوی کرونا در چین نگران بودن که چرا پروازهای ایران با چین متوقف نشد محدودیتی برقرار نشده در حالی که کشورهای همسایه این کارو کردن در منطقه و خیلی کشورهای دیگه در جهان فکر میکنین دلیلش چه بوده واقعا آیا تهران به اصطلاح روش نمیشد درهاش رو به روی یکی از معدود متحدای خودش ببنده و نوعی وفاداری به این اتحاد بود یا چیز دیگه ببینید ما الان تقریبا یکی از ترین وضعیت های در دنیا رو داریم در خاورمیانه که قطعا ترین وضعیت رو داریم این دو دلیل داره با گرمان یه دلیلش همون بحث ریشه یه ناکارآمدی حکومت هست بی اینکه این که ساختارها مشکل دارن امکانات نیست و که همه میشناسیم یه دلیل دومش مسئله سیاست خارجی ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران در یک جمله به چین Ba Bağcılar. خیلی متاسفم از این شرایط نمیخوام سوء استفاده بکنم اما همچنان که ما در میانه یه جورای ترور رو صادر کردیم همچنان که ایران در خاورمیانه یه جورایی کشورهای مثل عراق افغانستان رو به فساد کشوند یا نقش داشت نخش داشت در بخشی از این فسادهای دولتی در این کشورها همچنان که خیلی از چیزهای بد رو در خاورمیانه ما صادر کردیم این بار هم ما در واقع به کننده کرونا شدیم چون سیاست خارجی ایدئولوژی که ما مجبور که مجبور بر مبنای معادلاتش باج بده به کشورهای و مجبور از واقعیت بجنگه بنابراین در اون شرایطی که همه کشورها درهاشون رو بستن به روی چینی ها ما مجبور شدیم چینی ها رو جابجا بکنیم همه الان اگر ببینید حتی متحد ایران مثل عراق مرساش رو به هواپیمای ایران بسته تقریبا تمام همسایه های ایران پروازهای ایران رو لغو کردن یا مثل قطر خیلی کم کردن اما در این حال هنوز ما تنها کشوری هستیم که با چینی ها کاملا رفت و آمد داریم و مجبوریم بهشون امتیاز بدیم سپاسگزارم آقای مهدوی آزاد هر بار که شما ظاهر میشید سوالات بسیار زیادی از سوی بینندگان و شنوندگان ما سرازیر میشه که متاسفانه نتونستم همه اونها رو بپرسم با آقای مهد... مهدی مهدوی آزاد صحبت میکردم تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بن آلمان اینها شرح ما واقع بود درباره کرونا در جهان و ایران و همینطور بررسی در واقع بعد سیاسی اون برای ایران حالا ببینیم که روزنامه های صبح امروز تهران به این موضوع چه نگاهی دارن با فرشته قاضی که این بار از پراگ با ماست بررسی روزنامه های تهران رو در بخش اول شروع میکنیم با مدیریت اعتماد سوز از مردم سالاری مهمانداران بدون قرنطینه از شرق و تشخیص لزوم قرنطینه کار پزشکان است نه روحانی از جهان صنعت خانم قاضی همونطور که از تیتر مطلب مردم سالاری برمیاد نگاه انتقادآمیزی داره به مدیریت بحران کرونا در ایران درسته همینطور سخنان حسن روحانی در روز سهشنبه در هیئت دولت رو تعجب آورترین بخش از مدیریت کشور دونسته در جریان این قضیه یک بیماری کرونا و همایون تیاری آشتیانی در این روزنامه نوشته که ابهامات چرایی تداوم برخی پروازها به چین پس از شوی کرونا در این کشور و همچنین چگونگی گسترش این بیماری در شهر قم از نکاتی که هنوز پاسخی به اون داده نشده و همین خلای پاسخگویی از سوی مدیران به جولانگاهی برای آسیب به اعتماد عمومی و آرامش روانی جامعه تبدیل شده این روزنامه نوشته که علیرغم زحمات پداکارانی پزشک نکات درمان و پرستاران ضعف مفرت دولت در تهیه و توضیح مناسب ملزومات مبارزه با کرونا غیرقابل قابل کتمانه و یکی از نکاتی که اعتماد به مدیریت کشور رو بیش از پیش تلعت میده و منظور روزنامه شرق از مهمانداران بدون قرنطینه کی هست؟ روزنامه شرق نوشته در حالی که هنوز انگشت اتهام ورود ویروس کرونا به ایران به سوی یکی از ایرلان های شناخته شده کشور به سبب عبور در مسیر ایران چین نشونه گرفته شده صنعت هوایی ایران متاثر از این ویروس با چالش جدی مواجهه قرنطینه تقریبا کامل هوایی ایران و سرگردانی مسافران در استانبول و دبی از یک سو و نگرانی از توان فرودگاهها برای کنترل ماجرا از سوی دیگه این صنعت رو دچار وضعیت نیمه بحرانی کرده یک منبع آب 不过。 به شرق گفته که شرکت هواپیمایی ماهان برای خلبانانی که در مسیر شهرهای شانگهای گوانجو و پکن پرواز میکردن پاداش در نظر گرفته و مهمانداران و خلبانان پس از اینکه از چین بازگشتند به هیچ عنوان از سوی این شرکت هواپیمایی در قرنطینه قرار گرفتند. و روزنامه جهان صنعت در واکنش به صحبت های حسن روحانی که میگفت در مورد اطلاع رسانی درباره کرونا فقط وزارت بهداشت در واقع یک مرجع موثق است و اظهاراتی که درباره لزوم یا عدم لزوم قرنطینه کرده بود لزوم که تشخیص لزوم قرنطینه کار پزشکان است نه آقای روحانی ناصر قوامی در یادداشتی در این روزنامه نوشته که تشخیص ضرورت تعطیلی یا قرنطینه اماکن یک امر تخصصی و پزشکان و مسئولین این حوزه مثل وزارت بهداشت و درمان باید در این باره اظهار نظر کرده و طی یک دستورالعمل کتبی اعلام بکنند صحبت از اینکه تعطیلی موقت نماز جمعه ها و اماکن عمومی ضرورت داره یا خیر در صلاحیت وزارت بهداشته و نه حسن روحانی فرشته قاضی بود با چند روزنامه از تهران و ما اینها همش مربوط به کرونا بود چند خبر غیر کرونایی هم داشته باشیم از ایران در یک نگاه با مسعود صابری با کاهش بارندگی ها در استان های لرستان، کرمانشاه و ایلام، نگرانی ها از افزایش سیلاب ها به خصوص در آباد کمتر شده. معاون سازمان راهداری ایران اما گفته خسارات وارد شده به راه های استان لرستان بین 500 تا 600 میلیارد تومان است. آقای مقبلی گفته شدت بارش ها که منجر به تقیان رودخانه و سیلاب شده باعث این خسارات است. گفته می شود در استان لرستان 8 پل آسیب کلی دیدند. قیمت ارز در بازارهای ارز ایران افزایش یافته. روز چهارشنبه دلار در صرافی های دولتی 15600 تومان فروخته شد که 800 تومان بیشتر از روز قبل بود قیمت فروش یورو هم در صرافی های بانکی 16700 تومان اعلام شد بازگشت ایران به فهرست سیاه FATF و شیوع ویروس کرونا از دلایل افزایش قیمت ارز عنوان شدند با گذشت سه روز از بازداشت فروزان یزدانی پور دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه تهران هنوز خبری از او در دست نیست به گزارش دانشجویان متحد خانم یزدانی پور به مکان نامعلومی منتقل شده در چند روز گذشته شماری از دانشجویان به دلایل نامعلومی بازداشت شدند حقیقت جوان امیر حسین علی بخشی و زیان نبوی از جمله این دانشجویان هستند اینجا لندن است رادیو بی بی سی چشم انداز بامدادی در روزی که کرونا همچنان در رأس خبرها و نگرانی های جهان ویژه در ایران در این مورد هر نظر و پرسشی دارین پذیراش هستم پرسش های شما را هم در صحبت بعدی با کارشناسان موضوع در میان خواهیم گذاشت البته فراتر از کرونا هم هرچه که میشنوید یا هرچه که به ذهنتون میاد میتونید که با ما در میان بذارید از جمله شما افشین، اسد، مارلوک و رازی و علی و لغمان و حکیم و زکریا و نعیم و محسن دوستان دیگر که در فیسبوک بی بی سی فارسی ما را همراهی می درود بر شما دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی ات بی دو سفر چهل و چهار سی و هفتاد چهار و Bistodô, do, bisto do. ما در این ساعتی که صحبت می کنیم فضای دهلی پایتخت هند آشرفته و تن شالود است پس از سه شب یورش رو حمله به خانه و کاشانه و مغازه های مسلمانان به دست توده های خشن در محله های مسلمان نشینی چون موجپور، مصطفى آباد، جعفر آباد و شیودیهار در شمال شرق دهلی 27 تن در جریان این درگیری ها جان دادند این زد و خورد روز یک شنبه گذشته میان مخالفان و هواداران اصلاح قانون شهروندی در گرفت و ادامه یافت در این درگیری ها شماره بسیاری از خانه و مغازه های مسلمانان به کام آتش رفته و دو مسجد ویران شده به خبرنگاران حاضر در محل هم حملی شده است درباره خشونت های جاری در دهلی که در چند دهه اخیر سابقه نداشته گفتگوی داشته باشیم با احمد ادریس رحمانی تحلیلگر مسائل شبهقاری هند که از شهر پیتسبورگ پنسیلوانیا آمریکا با ما هستند درود بر شما شب شما به خیر آقای ادریس رحمانی این درگیری ها یا در واقع حمله به شهروندان مسلمان دهلی در پی اعتراض به اصلاح قانون شهروندی هند آغاز شده اونطور که اشاره شد ولی میشه اول از این قانون بگیم چه تغییری در این قانون صورت گرفته که بدین جامعه هند رو دو قطبی کرده و پیامدهای مرگباری داشته با سلام به شما بیندایتان من فکر میکنم در کل تشانجه های که ایجاد شده در هند ریشه داره در یک سلسله از حوادث تاریخی که حداقل پینجا سال گذشته هند بسیار زیاد با رنگین ساخته خصوصا تنش های مذهبی در کل ای ریشه بسیار عمیق است ولی در 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 اخیر در ده 15 سال اخیر با ریشه قدرت یافتن حزب بی جی پی و آمدن بر سر قدرت با تفکر نسبتا جدی ملیگرایی خصوصا در قبال اقلیت های مسلمان هر روز و هر روز دایره بر, بر های مذهبی تنگتر و تنگتر میشه و یک, یک پروسه بوده در چندین سال که پیوسته فشار بیشتر و بیشتر ساخته به طور مثال ما میتونیم یک دو سه پالیسی که بسیار زیاد تنش ها در قبل از ای که قوانین شهروندی مطرح از قبل بسیار زیاد توجه را جلب کرده بود به طور مثال ابراز نظرهای بسیار شدید تبیز آمیز از کسانی که بسیار با آقای هستند تغییر مفردات درسی در بعض از ایالت ها و مطرح کردن هندوها ها نسل برتر یا مهمتر در هند چیزایی بود پیوسته این پروسه ای به این نقطه رسان ولی میخ اخیر را امی قوانین شهروندی زد که در, 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 در کل تمام کسایی را که در هند اسناد شهروندی ندارن اونا را باید قانون اولا از از ساختار اساسا مطرح میکنن که دیگر شما به صورت رسمی نمیتونید شهروند باشین ولی بعد از او یک قانون دیگر دوباره اقلیت های مذهبی غیر مسلمان اجازه می که دوباره اسناد شهروندی بگیرن به استثنای مسلمان ها. و حدی... های غیر مسلمانی که از کشور مسلمان نشین میان همچین حقی رو بهشون دادن ولی این 27 کشته ظرف سه روز نارامی ها باید برای مقام های هند هم رقم تکون باشه نارندر مودی نخست وزیر هند کرده سه روز پس از آغاز خشونت ها در توییترش خانه برقراری آرامش شده و گفته که اوضاع رو بررسی کرده نیروهای انتظامی در حال برگردوندن جامعه به حالت عادی هستند و همینطور میبینیم که سونیا گاندی رهبر کنگره ملی هند که حزب مخالف بی جی پی یا باراتیا یا جاناتا پارتی هست که حاکمه خانه استعفای امید شاه شده وزیر کشور اتفاقات اخیر اگه کوتاه بگین خیلی ممنون میشم تا چه اندازه روی مناسبات دو حزب عمده هند تاثیر گذاشته ما مطمئن هستم از کانگریس ای تمام حوادث از, دیده از دید سیاسی میبینن و اونا فکر میکنن اکثر پالیسی ها به شکل به خاطر روی دست گرفته میشه که تا حد امکان برگشت کانگریس بر قدرت تا حد امکان محدود بسازن ولی مشخصا ما فکر میکنم آقای مودی در کارنامه های گذشتهش از حوادث 2002 دو دو اگر در گجرات حرف بزنیم در ازارها از آرها مسلمان در امچه یک حوادث بسیار مشابه با امروز کشته شدن ولی او با بسیار سادگی از اون حوادث چشم پوشی کرد و کار نگرد من فکر میکنم یک مقدار زیاد گرچی در ها روزها منعیس نخست وزیر بسیار زیاد خاموش است ولی صحبت نمیکنه ولی همکارهای نزدیکش مثل همین کسی که سونیا و گاندی میخواهند کس پولر گوه اونا بسیار با لحن تون پالیسی های بسیار زیاد تبعیض آمیز مطرح میکنن که من فکر می کنم که حزب کانگرس فکر می کنه پالیسی ها برایشان زمینی دوباره آمدن به قدرت به قدر کافی مشکل میشه سپاسگزارم آقای ادریس رحمانی با احمد ادریس رحمانی صحبت می کردم تلیگه مسائل سیاسی شبه قاره هند در پنسیلوانیای آمریکا در این لحظات بامداد پنجشنبه هشتم اسفند بیست فوریه نگاهی تازه داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مایک پنس معاون خود را متصدی نظارت بر تمهیدات این کشور در برابر شیوع ویروس کرونا تعیین کرده هر دو در یک نشست خبری در کاخ سفید گفتند که میزان خطر کرونا برای مردم آمریکا همچنان بسیار پایین است اداره کل هوانوردی غیر نظامی ترکیه اعلام کرده که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا همه پروازهای مسافری و باربری میان ترکیه و ایران تا اطلاع ثانوی متوقف شده. عربستان سعودی ورود زائران خارجی به مکه و مدینه را به تعویق انداخته است وزیر خارجه عربستان گفته است که برای مدتی به جهانگردانی که از کشورهای کرونا زده میآیند روادید نخواهد داد و در جریان خشونت های سه روز اخیر در دهلی پایتخت هند 27 تن کشته شدند درگیری میان هواداران و مخالفان قانون جدید شهروندی صورت گرفته که به مهاجران غیر مسلمان از کشورهای عمدتا مسلمان نشین که به طور غیرمجاز در این کشور زندگی می کنند تابعیت میدهد در این باره موضوع اخیر تا لحظات پیش گفتگویی داشتیم اینجا لندن است رادیو بی بی سی چشم اندازه <applause> و ما در میانه برنامه که حالا بهش رسیدیم طبق عادت به اون سوی جدول هم نگاهی کوتاه بندازیم قرار تا دو روز دیگه میان آمریکا و طالبان افغانستان توافق نامی صلح امضا بشه و فرایند مذاکرات صلح تازه در این کشور کلید بخوره تا یک دقیقه دیگه در این باره مطلبی داریم از حضور نامزدهای زن در انتخابات مجلس تاجیکستان هم میگیم که قرار همین یک شنبه برگزار بشه و سراغ یک زن دیگر را هم خواهیم گرفت یکی از توانمندترین و جنجالی ترین زنان چین او را یک حاکم شرور و مستبد توصیف کردند که بنا به روایت‌های پسرش و برادرزادش را کشته یک ملکه خونخوار که به حاکمیت سلسله منچور در چین پایان داد با شاهد عینی این هفته حدود 17 دقیقه دیگه فاصله داریم مطمئنم بدتون نمیاد که باش آشنا بشین در پی استقبال وزارت خارجه آمریکا از عقب افتادن مراسم تحلیف ریاست جمهوری افغانستان به نهم مارس یعنی 19 اسفند وزارت امور خارجه بریتانیا نیز با انتشار بیانیه از آن استقبال کرده است اما آنچه قرار است زودتر از آن انجام بگیرد امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان افغانستان است در پایان یک هفته کاهش خشونت چیزی که انتظار می‌رود سرفصل گفت و شنود مستقیم طالبان و دولت افغانستان باشد در این باره گزارشی داریم از بشیر پیمان از کابل قرار است روز شنبه هفته آینده توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان امضا شود امضای این توافقنامه زمینه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و آغاز گفتگوهای رو در رو بین دولت افغانستان و گروه طالبان را فراهم میکند دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری به بی, بی سی گفت یک هیئت کوچک اما به گفته او مذاکرات صلح با طالبان را به پیش خواهد برد به گفته آقای میناپال تصمیم گیری در جریان مذاکرات از صلاحیت های یک شورای همشمول در کابل است که در آن بر شمول افراد دولتی، نمایندگان احزاب سیاسی، جامعه مدنی، زنان و اقوام افغانستان از ویت دارند. آقای میناپال گفت دو فصل نخست قانون اساسی افغانستان که ساختار نظام حقوق بشر و آزادی های مدنی شامل آن می باشد خط سرخ حکومت است و در جریان گفتگوهای سال روی آن بحث نمی شود. به گفته او آزادی زندانیان که یکی از شرایط طالبان برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی است در جریان مذاکرات صلح به بحث گرفته خواهد شد پیش از این به نقل از رهبران طالبان گفته شده بود که آنها میخواهند حکومت افغانستان 5000 زندانی این گروه را آزاد کند و در برابر این گروه حدود یک هزار زندانی دولت را از بند رها خواهد کرد بشیر پیمان بود در افغانستان حالا به شمال مرزهای افغانستان هم سری بزنیم به تاجیکستان که تا سه روز دیگر انتخابات مجلس دارد از دویست و داوطلب نمایندگی پارلمان چهل تن زن هستند شمار بیشتر زنان را حزب حاکم خلق دموکرات به انتخابات پارلمانی نامزد کرده در سالهای اخیر برای بالا بردن نقش و جایگاه زنان دولت تاجیکستان برنامههایی را پیاده کرده گرچه نابرابری جنسیتی در جامعه سنتی این کشور همچنان محسوس است همکارم سهراب زیاد در در دنبالی رشته گزارش های انتخاباتیش پای صحبت یک نامزد زن از حزب خلق دموکرات تاجیکستان نشسته تا با دیدگاه ها و برنامه های انتخاباتی او در مورد زنان آشنا شود. بی بی ایوبی از جمله چلو یک زنی هست که حزب حاکم خلق دموکرات تاجیکستان به انتخابات پارلمانی اولی مارس نامزد کرده است. او تجربه فعالیت در مجلس های محلی را دارد و بیش از 20 سال می‌شود که در نهادهای دولتی مشغول کار است. شش سال اخیر نایب رئیس اداره خدمت دولتی ریاست جمهوری تاجیکستان است. نهاده که به تربیت و بازآموزی کارمندان جوان مشغول است. از بی بی آسیا ایوبی پرسیدم که چرا حزب خلق دموکرات نسبت به احزاب دیگر تعدادی بیشتر زنها را به انتخابات پارلمانی نامزد کرده است. خانم ایوبی گفت هر قدر تعداد بانوان дар ҳайати парлумони касбӣ бештар бошад ҳамон қадар мо метавонем барои расидагӣ ба мушкилоти бонувон бештар замина фароҳам орем бонувоне ки дар ин ё он соҳа таҷрибаи кофӣ доранд бешубҳа барои баланд бардоштани сатҳу сифати қонунҳои таҳияшаванда ба хусус он санадҳои меъёрие ки مسئله های تامین برابر حقوقی مردان و زنان را در جمهوری تاجکستان تنظیم میکنند تاثیر مثبی خواهد رسانید تامین استقلالیت نیمه از جمعیت 9 میلیون نفری تاجکستان را زنان تشکیل میدهند آنها در نظام انتخاباتی نقش کلیدی دارند زیرا انتخاب کننده اصلی صد به شمار می صدها هزار مرد تاجیک به مهاجرت رفتند و باری سنگینی روزگار به دوش زن هاست. نامزدها و ها رسیدگی به مشکلات زنان را در محور برنامه های انتخاباتیشان قرار داده و با وعده های گوناگون زنان را برای دادن به طرفداری خودشان تشویق میکنند. بی بی آسیه ایوبی نامزد انتخاباتی پارلمانی میگوید تاسیس جایهای های نوی کوری، روش دادنی مسئله های هنر آموزی بانوان بخصوص дар деҳот яке аз масъалаҳои муҳиме ҳаст ки дар марҳилаи навбатӣ мо мехоҳем атрофи он бештар тадбирҳои муассирро амалӣ намоем дар сурати вакил интихоб гардиданам ба масъалаҳои ҳифзи ҳуқуқи бонувон ба масъалаҳои ҳифзи иҷтимоии модарони танҳо кӯдакони ятиму бепарастор бояд таваҷҷуҳи зарурӣ равона намоям بالا بردن جایگاه زنان و کاهش نابرابری جنسیتی از بخش های مهمی برنامه انتخاباتی حزب خلق دموکرات است جلب دختران از مناطق روستایی به دانشگاه ها کار کارآفرینی در میان زنان و دختران و تقویت حضور آنها در مدیریت کشور بخشی از برنامه های دولت در سالهای اخیر بوده است اما مخالفان این برنامه ها را چندان مؤثر نمی حالا از تعداد کلی هیئت راهبری نهادهای دولتی 18 درصدشان زنان هستند بی بی آسیا ایوبی یکی از آنهاست و اعتماد مردم را شرطی اصلی پیروزی در انتخابات می داند نماینده مردم بودن این برابر مردم بودن است بر مردم راه یافتن است شفاف زندگی کردن است درد مردم را احساس کرده توانستن است هر شخصی که میخواهد برای به دست آوردن رأی مردم که بسیار هم مقدس است باید ذره ذره این بووری را جمع بیارد به جز از حزب خلق دموکراتی تاجیکستان شش حزب دیگری سیاسی هم در انتخابات پارلمانی شرکت دارند و در مجموع هفت زن را به این انتخابات نامزد کردند رشته گزارش های انتخاباتی سهراب زیا از دوشنبه تاجیکستان فردا هم ادامه خواهد داشت همچنان با ما هستید از چشمانداز بامدادی از رادیو بی بی سی در لندن هر جا که هستید سر میز صبحانه <applause> یا در حال رانندگی می توانید چشمانداز بامدادی بی بی سی را از طریق رادیو هم بشنوید صدای ما را می توانید از ساعت 7 تا 8 و نیم صبح به وقت تهران از موج متوسط 1413 کیلوهرتز دریافت کنید. از ساعت 7 تا 8 صبح تهران این برنامه بر روی امواج کوتاه 41 و 49 متر برابر با 7485 6095 و 6010 کیلوهرتز نیز پخش می شود. از ساعت 8 تا 9 صبح تهران صدای ما را می توانید بر روی امواج کوتاه 22 25 و 31 متر برابر با 13750 11905 و 9440 کیلوهرتز بشنوید. روزتان را با چشمانداز بامدادی بی بی سی آغاز کنید. بسیار خوشحالم که روزتان را با چشمانداز بامدادی بی, بی سی آغاز کردید. حالا برگردیم به ایران با چند مطلب دیگر از روزنامه های صبح امروز تهران که فرشته قاضی برگزیده. بررسی روزنامه تهران رو در بخش دوم ادامه میدیم با پاستور امیدوار به تصویب FATF از ایران نوشدارو پس از لیست سیاه از اعتماد و در نهایت هم انتقال زندانیان ها متوقف شد اما خبری از مرخصی نیست از شرق خانم قاضی همچنان موضوع گروه ویژه اقدام مالی برقرار هست دولت بیانی داده تا موانع موجود بر سر تصفیه به FATF برطرف بشه روزنامه ایران چه نگاهی به موضوع داره روزنامه ایران از امیدواری دولت به تصویب لوایح FATF نوشته و اینکه دولت همچنان منتقد و معترض رفتاری هستش که از سوی شورای نگهبان و به خصوص مجمع تشخیص مسئلات نظام با این قضیه شده اما اشاره کرده به اینکه در بیانیه دولت روشن نشده آیا دستگاه اجرایی از عملیاتی برای به جریان انداختن مجدد دو لایحه پالرما و سی داره یا صرفا به اعلام موزه و اصرار بر نظر قبلی خود پرداخته با این ای که منتشر کرده این روزنامه در ادامه نوشته که شاید دولت میخواد اولین پالس ها رو برای شروع دور جدیدی از اقدامات به مجلس بعدی که تا چهار ماه دیگه کارش رو آغاز میکنه بده و فضا رو برای طرح مجدد این موضوع فراهم بکنه و دقیقا روزنامه اعتماد هم این تحول رو نوشدارو پس از لیست سیاه توصیف کرده جزتش چیه؟ سید میلاد علوی در این روزنامه در واقع تیتری که به کار برده اشارش به این هستش که حالا دیگه ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفته به دلیل عدم تصویب این لوایه و حالا اعتراض دولت به نوعی نوشدارو هست نویسنده انتقاد کرده از اینکه که مربوط به FATF در جلسات مجلس حکم مطرح هست و رئیس دولت که اصرار داره بر تصویب اینها خودش حاضر نشده در این جلسات حضور داشته باشه و حداقل سایر اعضا رو قانع بکنه اما ظاهرا این روزا قرار نیست هیچ بخشی رو بدون یاد کردی از کرونا به پایان ببریم این یکی درباره زندانیان هست در ایران سازمان زندان ها گفته که برای پیشگیری از ورود کرونا به زندان ها تلاش های انجام داده اما روزنامه شرق در این مورد شبهاتی داره نه همجای روزنامه شرق نوشته اینکه سازمان زندان ها به عنوان متولی نگهداری این افراد یعنی زندانیان یعنی مسئول سلامت اونها هست امری غیر قابل اجتناب اما اطلاعات دقیقی از بررسی کرونا در زندان ها منتشر نشده و در میان شایعه های مختلف ورود کرونا به زندان ها هم مطرحه که باعث گسترش نگرانی در سطح جامعه شده تا جایی که جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی امنیتی در نامی به دستگاه قضا خواستار اعطای مرخصی به زندانیان شدند شرق نمیشه تلاش سازمان زندان ها و قوه غذایی برای پیشگیری از ورود این بیماری به زندان ها قابل توجهه اما برای کاهش تراکم جمعیت کیفری در این روزها باید فکر مناسبی کرد از تبدیل قرار بازداشت داشته به قرار وسیقه مناسب و ایدهای مرخصی که میتونن تاثیر مثبتی داشته باشن در جلوگیری از گسترش این بیماری بینم نگاه فرش قاضی بود به روزنامه های صبح امروز چاپ تهران حالا نگاهی داشته باشیم به پیامهای بیشمار شما از فیسبوک شروع میکنم اسکندری میگه شایعاتی کاملا متفاوت از ایران به گوش میرسه برخی معتقد هستند که قحطی و گرانی در پیش روس و برخی دیگر معتقد هستند که با بسته شدن مرزها و پایین آمدن میزان صادرات به میزان شدید خیلی از اقلام بل اجبار ارزون میشه این رو اسکندری گفته ادامه دادی که در یک پیام دیگر که امیدوارم واکسنی که به تازگی تولید شده زودتر تایید بشه تا جان هزاران بیمار مبتلا و یا در خطر ابتلا نجات پیدا کنه احمد زیا میگه جهان باید در مقابل این ویروس کشنده تدبیرهای جدی اتخاذ کرده و مبارزه همگانی صورت بگیره عزیزه میگه فعلا روح و روان انسان ها بیشتر مشکل ساز شده تا ویروس کشنده فلاح میگه اگر جهانیان به کمک ایران نیایند ممکن است یک فاجعه در ایران رخ دهد حکومت ایران نه اراده و نه توانایی مبارزه با کرونا را دارد اون آماری هم که اعلام میشه مربوط به بیماران فوت شده به نظر او هست یا در حال مرگ نه از کسی آزمایش گرفته می شود و نه درمانی انجام می شود حکیم میگه برای مقابله با ویروس کرونا فقط نمیتوان با ماسک از آن جلوگیری کرد به موازات آن باید امید به زندگی را در دل همه مردم روشن نگه داشت حالا پیام ها زیاده در فیسبوک از پیام رسان در واقع تلگرام هم بگم که مو این ایراد گرفته از بی بی سی که شما چرا این همه از کرونا خبر می دهید با این کارتون فقط شما کسب و کار مردم رو مختل می کنید که به آقای می باید بگم که رسالت یک رسانه خبررسانی است و باستا به حتی امکان واقع بینانه این رویداد ها سپاس گذارم از پیام هایی که دادید فعلا میریم سراغ خبرهای ورزشی اگه بعدا فرصت شد به پیام هاتون بازم خبرهای ورزشی رو طبق روال این روزها از اثرات کرونا بر ورزش ایران آغاز میکنیم مسابقه های لیگ برتر فوتبال ایران علی رغم شیوع کرونا همچنان ادامه داره قرار امروز پنج بازی برگزار بشه بدون تماشاگر و پشت درهای بسته پوریا ژافره که با دقت اینها رو دنبال میکنه میگه بحث در مورد اونها زیاده میرسیم به این مسابقه ها به نظر می که اما مهمترین نکته در این نامه هیدر بهارمند سرپرست فدراسیون فوتبال که واقعا داره نشون میده که حتی در این مدت کوتاه هم این که بتونه امور رو اداره بکنه شاید از وقتش بر نیاد و نامه بسیار تندی به تیم سپیدرود رش مدیر این تیم نوشته که گفته بودن چندین بازیکن این تیم آزمایش کروناشون مثبت اعلام شده و قادر به بازی نیستن به اونها گفتن که به خاطر به خاطر مسائل کشور باید بازی بکنن که همین نامه خودش میتونه مدرکی باشه که اگر به فدراسیون جهانی فوتبال فیفا رجوع داده بشه باعث بشه که هیدر و هروان حتی این سمت سرپرستی خودش رو هم در این روزها نتونه نگه داره طبق اساسنامه فیفا برگزار کننده های مسابقه ها هر کدوم از فدراسیون های عضو موظف هستند که امنیت جانی بازیکنان، مربیان، کاد فنی و هواداران تیم ها رو فراهم بکنن برای کلیه مسابقه و وقتی که به صورت علنی همچین مسئله این مطرح بشه که به خاطر دخالت سیاست در ورزش هستن میتونه بهش نگاه بشه اگر که این مسئله ثابت بشه که فدراسیون فوتبال برای جان بازیکن ها ارزش قائل نیست و به خاطر مسائل کشور مسائل سیاسی مسائل اجتماعی تصمیم گرفته که مسابقه ها جلو برن باعث مسئله خواهد شد از طرف دیگه تیم استقلال تهران میشه گفتش که بدترین نمونه بلبشوی دیروز بود هفتاد دقیقه رو هوا بوده پروازشون نقص فنی داشته برگشته به فرودگاه مهرآباد و هر طوری بوده راهی سیرجان شدن بازیکنها خودشون میگن که هیچ کدوم نمیخوان بازی بکنن هنوز مسئله مسابقه تیم های سپاهان و پرسپولیس هم حل نشده به نظر میرسه که کسایی که تصمیم گرفتن که اون بازی انجام نشه تصمیم نسبتا عاقلانه گرفتن در صورت از این مسائل که بگذریم اگه که همه چی طبق برنامه پیش بره امروز پنج تا بازی ماشین سازی در تبریز میزبان نساجی مازندران فولاد در احواز با شاین بوشه بازی میکنه گلگوهر سیرجان با استقلال تهران تصاویری از ضد افونی کردن رختکن ها اینا هم دیدیم که خب اینا مسئله کافی نیستش بالاخره وقتی که از یه شهر به شهر دیگه مسافرت میکنن هر اتفاقی ممکنه بیفته گلگوهر با استقلال بازی خواهد کرد زوباهن با سپاهان پرسپولیس با شهر خودرو در تهران امیدواریم که این مسابقه ها منشه شیوع بیشتر ویروس نشه خب از فوتبال کرونا بود پوریا یه نگاه گذره هم داشته باشیم به بازی های دیشب لیگ قهرمانان فوتبال اروپا در اسپانیا منچستر سیتی آبروی انگلیسی ها رو خرید تونست با وجودی که از رئال مادید یکی عقب افتاده بود پر افتخارترین تیم اروپا رو دو یک شکست بده پپ گواردیولایی که زمانی در بارسلون بود انتقام سختی هم از رئال مادرید گرفت از طرف دیگه لیون نتیجه غیر قابل تصوری رو رقم زد در فرانسه تونست یک برصف یوونتوس تورین رو شکست بده امشب هم مسابقه های برگشت لیگ اروپا برگزار میشه دوره سی و دوش منچستر یونایتد با کلاب بروژ بازی میکنه فقط مسابقه های مهم رو میگم آرسنال با اولمپیاکو آجاکس با خطافه اسپانیول با ورز و باشک شهیر استانبول هم با از پرتغال بازی خواهد کرد ممنون از همراهی شما تا اینجای برنامه رو به پایان چشمانداز بامدادی این ساعت این برنامه باز هم از چین بگیم اما این بار از کرونا نه در شاهد عینی این هفته سلام به بخش دیگری از برنامه شاهد عینی خوش آمدید در این برنامه همراه با ربکا کزبی داستانی یکی از قدرتمندترین و جنجالی ترین زنان چین را میشنویم امپراتوریس سیشی که بعد از مرگ همسرش امپراتور وقت چین برای بیش از پنجاه سال و تا زمان مرگش در سال 1908 قدرتمندترین فرد دربار چین بود او در این اینکه رهبر دوره تغییر در چین بود برای دهه ها به عنوان رهبری مستبد تصویر میشد تنها در سال 1970 بود که ماجرای این ملکه قدرتمند با دقت و جزئیات مستند شد. در این برنامه ربکا کزبی با یک محقق چینی آمریکایی صحبت کرده که برای اولین بار تاریخ و میراث ملکه سیشی را بررسی کرده است. او را یک حاکم شرور و مستبد توصیف کردند که بنا به روایت‌های پسرش و برادرزادش را کشته. یک ملکه خونخوار که به حاکمیت سلسله منچور در چین پایان داد. منصفانه است که بگوین تاریخ چندان با ملکه سیشی مهربان نبوده. این ملکه که همزمان با دوران سلطنت ملکه ویکتوریا در بریتانیا در چین حکومت کرد خارج از چین چندان شناخته شده نبود و در داخل این کشور و در میان طرفداران حزب کمونیست که نهایتا قدرت را در چین به دست گرفتن هم طرفداری نداشت. بخش عمده از آنچه که تاریخ نویسان اساس نوشته های خود درباره او قرار دادند شایعات و پچپچه های دربار و جامعه چین بوده. اما یک روز یک دانشجوی جوان فوق دکترا از دانشگاه کالیفرنیا تصمیم گرفت که به دقت اسناد اولیه مربوط به این امپراتریس را بررسی و بر راستی آزمایی کند. به نظرم رسید که او رهبر بسیار مهمی در چینه ولی هیچ وقت دربارهش مطالعه آکادمیک و دانشگاهی انجام نشده. این بود که تحقیق درباره اون را آغاز کردم. عواسط دهه هفتاد بود. زمانی که جنبش های زنان در سرسر سر جهان نظام های مرد سالا را به چالش کشیده بودند. حتی در چین موضوع رهبری یک زن در کانون سیاست قرار گرفته بود. جیان چینگ همسر ما او میخواست بر احتمال رهبری یک زن در چین تاکید کنه رویایی که در سر خودش هم بود برای همین تصمیم گرفت که میراس امپراتی سیشی رو بازبینی کنه اما بدنامی خود جیان چینگ بعد از مرگ ما او در سال 1976 چندان به عملی شدن آرمان او برای معرفی سیشی به عنوان رهبری بزرگ در چین کمک چندانی نکرد. البته در چین با وجود جنبش های جهانی فمینیستی هنوز هم زندگی برای زنان در این کشور بسیار دشوار است. وقتی در دوره لیسانس درس میخوندم استاد مشاورم گفت خیلی امیدوار نباش که به عنوان استاد توی دانشگاه کار پیدا کنی چون دانشگاه های تاریخ همیشه خیلی محافظ کارن و هیچ وقت زن استخدام نمی کنند. با وجود این سو فونگ چونگ مسرانه در راه خود پیشرفت و حتی زبان منچو آ چینی را یاد گرفت تا بتواند اسناد و مکاتبات رسمی را مستقیما بررسی و تفسیر کند. میخواستم ببینم در اسناد دربار درباره او چی نوشته شده یادداشت و روزنامه نگاری و اسنادی از مقام‌های دربار وجود داشت که از حامیان او بودند یکی از جالب ترین چیزهایی که پیدا کردم نوشته هایی بود از دو مورخ انگلیسی که بعدها فهمیدم از ملکه ویکتوریا متنفر بودند خصومت و نفرتی که از رهبر زن کشورشون داشتن در نوشته کاملا مشخص بود تمام تاریخ در اون دوره به قلم مردان نوشته می شد. و اگر مردی رهبری یک زن توهینآمیز میدونست طبیعتا تنها چیزهای منفی درباره او مینوشت مبرخان چینی خیلی مشغول مسائل دیگه بودند جنگ داخلی هرج و مرج هجوم ها در سال 1931 و بعد به قدرت رسیدن کمونیست ها در 1949 در چنین شرایطی کمتر کسی فکر این بود که به سالهای قبل برگرده و دوران سلطنت امپراتی سیشی رو بازبینی کنه اما سیشی چگونه به قدرت رسید در ابتدا به عنوان یک معشوقه رد پایین برای امپراتور انتخاب شده بود. او در یک خانواده منچو به دنیا آمده بود یک اقلیت قومی در چین که برای نسلهای متمادی قدرت را در این کشور به دست داشتند و فرهنگ متفاوتی با اکثریت چین داشتند زنان منچو مجاز بودند که در قبایل خود به رده های بالا و قدرتمند برسند چینی ها همیشه معتقد بودند که زن باید در جوانی از پدرش اطاعت کنه و در ازدواج از همسرش و در پیری و بعد از مرگ همسر از پسرش اما وقتی سیشی تنها مشروقه شاه شد که توانست از او فرزند پسری به دنیا بیاورد ارتقای درجه پیدا کرد و امپراتریس چین لقب گرفت او با هوش و درایت سیاسی توانست یکی از مشاوران نزدیک و مورد علاقه امپراتور شود امپراتور چین همسر سیشی ضعیف و کمبونیه بود او هم سیشی رو دوست داشت و هم او را زن هوشمندی میدونست برای همین اجازه میداد که او هم در بارگاه پادشاهی بنشینه و در کنترل چین در این دوره گذار بزرگ مشارکت کنه امپراتور به ویژه از غربی ها که به چین میآمدند و به چینی ها تریاک میفروختند میترسید سیشی موضع سرسختانهای در این زمینه گرفت و گفت باید برای این مشکل کاری انجام بدیم در اسناد دربار مدارک زیادی هست که بحث های پیرامون این موضوع رو مستند کرده پسر سیشی تنها پنج سال داشت که پدرش را از دست داد و با این حساب امپراتریس تصمیم گیرنده اصلی در دربار شد وقتی که پسر سیشی به ناگهان مرد امپراتریس برادرزاده کوچکش را امپراتور خواند و خودش باز کنترل دربار را در دست گرفت سینشی به دنبال کسانی می رفت که حاضر به همکاری با او بودند کسانی که او را تحسین میکردند و حاضر به حمایت از او بودند در این زمان سیشی بسیار قدرتمند شده بود و با رهبری این اتاف ناپذیر و گاه بیرحمانش کسی جرأت سرپیچی از او نداشت با وجود این قدرت او هنوز باید در کشوری با فرهنگ قدیمی و جنسیت زده کار میکرد که صحبت کردن رو در رو با مردان را نهی میکرد. او باید حتی پشت تخت پادشاهی در پس یک پرده می نشست. یک پرده نصب کرده بودند و تمام مقام هایی که در برابر تخت پادشاهی تعظیم می کردند می دونستند که او پشت پرده نشسته و تصمیم آخر را خواهد گرفت. در قیاب یک امپراتور قدرتمند و مرگ ناگهانی کودکی که سیشی به عنوان امپراتور بعدی منصوب کرده بود، دوره قدرت او در دربار چین دهه ها طول کشید. جمعیت چین رو به گسترش بود و اقتصادش رو به به بود. تلاش هایی برای آموزش دختران و غیرقانونی کردن رسم بستن پای دختران انجام گرفت. احتمالا هیچ کدام ایده او نبوده اما سیشی با این اصلاحات مخالفت نکرد. گام هایی هم به سوی تغییر نظام سیاسی به نظام پارلمانی برداشته شد اما با پا به سن گذاشتن امپراتریس سوال اصلی این بود که بعد از او چه اتفاقی خواهد افتاد. وضع زندگی برای خیلی ها خوب بود اما کسانی هم بودند که می گفتن منچوها نباید بر چینی ها حکومت کنند این یکی از مشکلات اصلی بود یک رهبر باید همیشه به جانشین خود فکر کنه اما سیشی هیچ کس رو برای کسب قدرت بعد از خودش تربیت نکرده بود در عین حال دهه ها سلطنت باعث شده بود که علاقه به دست کشیدن از قدرت نداشته باشد. امپراتریس در سال 1908 میلادی درگذشت و پسر دو ساله ای را در تخت امپراتوری گذاشت. کمتر از سه سال بعد سلسله منچو تحت فشار اصلاح طلبان سقوط کرد. من سعی کردم انگیزه هاش رو بفهمم اما فکر نکنم که لزوما ازش خوشم اومده باشه چون یک زن کل شق و خود رعی بود. با این همه به نظرم اون انقدر که مردان مورخ تصویرش کردن شرور و شیطانی نبود. امیدوارم در آینده محققان از منابع چینی برای درک دنیای پیچیده امپراتیسیشی استفاده کنند. شاهد اینی بود سپاس فراوان از همراهی تک تک شما با چشم اندازی بامدادی بی, بی سی.